وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، حس و ایمان من. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، حس و ایمان من. دوستان و همراهان همیشگی، یک بار دیگر با خبرهای تازه با ما باشید. شبکه خبری CBS آمریکا گزارش داده است که گام یک پرواز تخلیه توسط نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل یک مادر حامله افغان زایمان کرد و در اثر کاهش فشار خون دچار عارضه شد. پیلوت طیاره تصمیم گرفت ارتفاع طیاره را پایین بیاورد تا فشار هوا در داخل طیاره افزایش یابد و این کار به ثبات وضعیت و نجات جان مادر کمک کرد. هنگامی که طیاره به زمین نشست، تیم طبی نوزاد را به بخش کارگوی طیاره منتقل کردند و سپس مادر و طفل نوزادی که دختر از به یک کلینیک نزدیک منتقل شدند. وضعیت هر دویشان خوب است. در همین حال یاسر هبرار خبرنگار و گوینده موفق تلویزیون تولونیز در پیام در فیسبوکش نوشته است: به فرودگان نروید، در چنگ کلاهبرداران و استفاده جویان سنگدل و بیرم نیافتید. پولتان را به هدر ندهید، میهن را تنها نگذارید و آبروی خود، خانواده و کشور را از این بیشتر نریزید. شنیدم کسانی در هنسوی دیوارهای فرودگاه برای مردم ایمیل جعلی می سازند و اجازه نامه ورود به فرودگاه را که کشورهای مختلف به همکاران افغانشان فرستاده اند به این افراد می فرستند و آنان را به کام بی‌عزتی، گرسنگی و مرگ می برند. آیا هن کسی که به هیچ سند و با جواز رانندگیش به فرودگاه می رود و به عزتی خانواده و کشورش آستین بالا نزده است؟ آیا پناه بردن به دیگران افتخار است؟ وطن چی می شود؟ به خود و به وطن دل بسوزانیم، بمانیم که افغانستان بماند. کشور فعلا به ما همه نیاز دارد تا باشیم و بسازیم. فرار رای حل نیست. و همچنان به گفته وزیر دفاع بریتانیا، 7 نفر در نزدیکی فرودگاه کابل در میان ازدحام جمعیت جان باختند. او در ادامه به خانواده این شهروندان افغانستانی تسلیت گفته و در بیانیه نوشت: شرایط موجود در افغانستان بسیار چالش برانگیز است، اما ما هر کاری را که می توانیم انجام می دهیم تا بتوانیم حوزه را تا حد ممکن مدیریت کنیم. در اخیر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفت: اگر همین الان در هر کشور جهان، همچنین ایران، آمریکا بگوید مردم را با خود به کشورمان میبریم، ایرانی ها هم به هواپیما آویزان میشوند. منتظر نظریات شما در این مورد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.